کتاب تلوس فصل 15 مترجم مریم کانال صوفیا ساناندا ندای بیداری از درختان ردوود یا همان درختان با چوب قرمز. ما غول‌ها هستیم، بقایای تمدن بسیار باستانی که اکثر شما مدت هاست آن را فراموش کرده اید. هزاره ها آمدند و رفتند و ما هنوز اینجا هستیم. با تعدادی کم که اسیر دستان انسانهایی شده ایم که تنها با در نظر گرفتن مقدار پولی ما را وحشیانه قطع می کنند و با کاهش روز به روز جمعیت ما ثروت اندوزی می کنند. به عنوان گونه ای از اطلاعات جمعی دویک، حضور ما این سیاره را برای میلیون ها سال در زمان سرزمین جادویی پن زیبا و دیدنی کرده است. برای میلیون ها سال مردم این سیاره ما را به زیبایی و حکمتی که داریم و برای حس عمیق صلح و هماهنگی که از محیطی که در آن زندگی می کنیم منعکس می کنیم آنها را به شدت متحیر کرده است. کسانی که توانایی برقراری ارتباط و تعامل را با ما دارند، آگاهانه هدایا و دانش ما را دریافت می کنند. دانش ما برای بسیاری از شما ناشناخته است. ما دانش و حکمت زیادی برای به اشتراک گذاشتن داریم. روزی با این واقعیت از خواب بیدار خواهید شد و ای کاش از اینکه ما که هستیم و چه کمک‌های مهمی در سیاره زمین انجام داده ایم آگاه تر شوید. ما در قاره باستانی لموریا بسیار فراتر از این ساحل غربی زندگی می کردیم و رشد می کردیم. زمانی روح و شکل فیزیکی ما تقریبا در همه جای این سیاره پخش شده بود. در این زمان ما تنها بازمانده ای از شکوه و زیبایی هستیم که زمانی وجود داشت. ما مورخین و حلقه اتصال به اجداد شما، به ریشه ها و گذشته شما در تمدن لموریا و فراتر از آن هستیم. مردم بارها و بارها شکایت کردند که لموریا بدون هیچ اثری گم شده است. ما به شما میگوییم که ما اینجا هستیم، اما ناشناخته. ما کسانی هستیم که از تغییرات فاجعه باری که 12,000 سال پیش رخ داد جان سالم به در بردیم و به نفع شما در ساحل اقیانوس آرام ماندیم. چرا ما را نشناختید؟ چرا خدمت بزرگی را که ما به عنوان یک گونه برای مدت طولانی به سیاره شما ارائه کرده ایم و خدمات بزرگی را که تا به امروز ارائه می دهیم علی رقم نابودی تدریجی و مداوم گونه های خود قدردانی نمی کنید؟ در طول میلیون ها سال خدمت هیچ تمدنی به اندازه آمریکایی های قرن بیستم در پی حذف ما نبوده است. ما به طور سیستماتیک توسط غول‌های صنعتی با حمایت کامل دولت شما حذف می‌شویم. دولت‌ها مسئول حمایت از منافع بلند مدت کل هستند، نه فقط از منافع کوتاه مدت لابیگران و استثمارگران. به خاطر چند دلار میزان باستانی خود را از بین می‌برید و موجوداتی را که از شما محافظت می‌کنند را نابود می‌کنید. همانطور که قیاس بیان می کند، شما سگهایی هستید که دستان کسانی را که به آنها غذا می دهند و دوستشان دارند گاز می گیرند. کمتر کسی فکر می کرد که ما را مانند امروز در این کشور نابود کنند. این یک خشم و تجاوز به یکی از گرانبهاترین گنجینه های زمین تلقی می شود. همیشه در همه مناطق و دوره ها به خاطر هدایایی که از زمین می توانستیم به رایگان بین همه توضیح کنیم مورد احترام و محبت بوده ایم. ساحل غربی ایالات متحده اکنون همان چیزی است که آخرین گنجینه های باستانی لموریا باقی مانده است و تا حدود 60 سال پیش هزاران هزار هکتار از ردوودز در ساحل غربی این کشور را تجلیل و برکت می دادند. اکنون فقط چند نوار ناچیز از ما اینجا و آنجا برای نمایش باقی مانده است.
شما در آگاهی خود از زیبایی و ارزش واقعی آنقدر دور هستید که تعدادی از کمی از شما حتی متوجه آن شدند. کجا بودید؟ برای چه چیزی ارزش قائل هستید؟ تمامی زیبایی های ما از بین رفته است، جایگزین شده است با حس نادرست پیشرفت و زشتی زیاد. اگرچه بسیاری از ما به عنوان یک گونه توسط فناوری مدرن شما و عدم آگاهی و توجه شما نابود شده ایم، اما روح ما همچنان به حیات خود ادامه می دهد. هر بار که یکی از ما تسلیم اره مکانیکی یک چوب بر می شود، روح درخت در حال مرگ برای تجسم جدیدی به بعد دیگری می رود، جایی که مورد عشق و احترام و قدردانی قرار می گیرد. گونه ما به عنوان یک هوش برحمنی جمعی همچنین در بسیاری از ابعاد بالاتر این سیاره و فراتر از آن زندگی می کند، جایی که ما رشد می کنیم و ساکنان حضور و هدایای ما را گرامی می دارند. ما به تعداد زیاد در داخل زمین و شهرهای زیرزمینی این سیاره زندگی می کنیم، جایی که زندگی موجودات دوست داشتنی و خردمندی را که در آن مکانهای شگفت انگیز زندگی می کنند تجلیل می کنیم. دوستان من، چیزهای زیادی برای یادگیری ارزشهای واقعی زندگی دارید. اگر سخنان ما برای شما خشن به نظر می رسد، آنها را به عنوان یک زنگ بیدار باش در نظر بگیرید، یک التماس برای شفقت برای سایر اشکال حیات در این سیاره که با همان رفتار خشن بشریت مواجه می شوند. در نهایت، هنگامی که به یک وضعیت تکاملی به اندازه کافی رسیدید که قوانین ابدی یگانگی را با تمام وجود زندگی و درک کردید، خواهید دانست که عشق و محبتی که به دیگری می دهید مهم نیست به چه شکلی باشد، آن به نفع خودتان است. همانطور که زمین و پادشاهی های متعدد او را به زباله‌دانی می رسانید، در نهایت آن انرژی ها به شما باز می گردند. در تجسمات بعدی خود دریافت کننده اعمال مخرب خود خواهید بود. این قانون کیهانی است و غیر از این نمیتواند باشد. قوانین تغییر ناپذیر حاکم بر این جهان و تمام آفرینش همیشه اعمال می شود. در تمام جوامع روشنفکر هیچ کس بدن ما را برای استفاده شخصی یا سود قطع نمی کرد تا زمانی که تجسم ما کامل شود و روح از شکل خارج شود. تنها در این صورت است که چوب با احترام و مهارت بسیار بریده می شود و برای اهداف متعدد استفاده می شود. چوب فوق‌العاده‌ای که ما فراهم می کنیم یکی از هدایایی است که از روح خود به سیاره تقدیم می کنیم. هدف ما این نیست که در انحصار چند سو جو قرار بگیریم و توسط شرکت‌های صنعتی چند میلیون دلاری به فروش برسیم که هیچ عشق یا ارتباطی با طبیعت و دیویک ایولوشن ندارند. ما متعلق به همه هستیم. هیچ گروه یا فردی حق ندارد هر طور که میخواهد ما را مالک شود و از ما سوء استفاده کند. سرپرستی زمین و حیوانات از آغازهای اصلی تکاملی در مسیر زندگی هستند. هرگز نمی توانید ادعا کنید که واقعا صاحب یک قطعه از زمین هستید. با حقوق الهی، تمام زمین متعلق به بدن مادر زمینی شماست. او حاکم است. اگر فکر می کنید مالک یک قطعه زمین یا دارای حق مالکیت زمین هستید، فقط مباشران موقت آن زمین هستید. شما همچنین در برابر شوراهای عالی نسبت به کارهایی که با آن انجام می دهید کاملاً باید پاسخگو باشید. در همه جوامع روشنفکر از آنچه که از چوب عاقلانه و خردمندانه استفاده می شود برای همه به وفور وجود دارد و نیازها بدون هیچ گونه منطق یا کمبودی تأمین می شود.
آیا تا به حال متوجه تفاوت در فعالیت طوفان و گردباد در بین ساحل شرقی و ساحل غربی شده اید؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا سواحل غربی در معرض همان تعداد فجایع سالانه نیست که اغلب در ساحل شرقی رخ می دهد؟ آرزوی ما این است که به شما بگوییم که ساحل غربی به دلیل حضور ما هر سال از مصیبت‌های زیادی در امان مانده است. ما فقط یک درخت نیستیم. همانطور که شما به فقدان آگاهی معنوی اعتقاد دارید. ما فقط یک درخت نیستیم. آنطوری که شما در فقدان آگاهی معنوی خود به آن اعتقاد دارید. ما خیلی بیشتر از این هستیم. شکل درختی ما فقط یک پوسته بیرونی است که روح بزرگ ما را در خود جای داده است. اگرچه روح ما به شکل درختان غول پیکر تجسم یافته است، اما روح جمعی ما گسترده، قدرتمند، فراگیر و حکیمانه است و فراتر از درک و آگاهی محدود فعلی شماست. ما درختان ردوود، نگهبانان و غول‌های قدرتمند ساحل غربی هستیم. به دلیل حضور ما و عشق ما و قدرت‌های حفاظتی بزرگ ماست که این کشور از بلایای بسیاری از طبیعت در امان مانده است. لطفاً به یاد داشته باشید که بلایای طبیعت همیشه ناشی از عدم تعادل انرژی در شبکه‌های انرژی زمین است که از گرداب انرژی‌های ناسازگار ایجاد و انباشته شده توسط بشریت ناشی می شود. استفاده نادرست از انرژی های خلاق، تفکر منفی و عدم عشق نسبت به یکدیگر و سایر اشکال زندگی این گرداب ها را ایجاد می کند. ما هماهنگ کننده طبیعت مکانی هستیم که در آن زندگی می کنیم و نفوذ ما به اطراف گسترده است. در طول قرنها ما توانستیم بسیاری از انرژی‌های ناسازگار شما را در بدن‌های غول‌پیکر خود جذب کنیم و در نتیجه نیمکره غربی را از عواقب بسیاری از بلایای طبیعی در امان بداریم. وقتی تعداد ما در نزدیکی ساحل شما بیشتر بود، در جلوگیری از اختلالات یا بلایای احتمالی از اقیانوس آرام یا جاهای دیگر بسیار مؤثرتر بودیم. اکنون با کاهش شدید تعداد ما توجه داشته باشید که حفاظت ما به همان اندازه نیز کاهش یافته است. این هشدار ماست. تعداد اندک ما باعث افزایش روزافزون بلایای طبیعی می شود. برای ما سخت است که سواحل غربی را با حفاظت بسیار بیشتری که در آینده‌ای بسیار نزدیک به آن نیاز دارید ارائه دهیم. ما می‌خواهیم اضافه کنیم که با کاهش پیوسته تعداد خود همانطور که در چندین دهه گذشته انجام داده‌اید، سواحل خود، سرزمین غربی ایالات متحده و ساکنان آن را در معرض خطر بسیار بیشتری از بلایای فاجعه‌وار قرار می‌دهید. شما بدون احساس مسئولیت و بدون تفکر نگهبانانی را که از شما، سواحل و سرزمین شما برای چندین سال محافظت کردند نابود می کنیم. وقتی منقرض شدیم دیگر به این بود بر نمی گردیم. ما به جای دیگری می رویم تا خدمت خود را به زندگی ادامه دهیم، تا اهداف خود را برکت دهیم و منعکس کنیم. و بقیه ما به میلیون ها گونه خود که قبلا اینجا را ترک کرده اند خواهیم پیوست. روح ما جاودانه است. روح شما نیز همینطور. همانطور که به زودی خواهید فهمید، مرگ بدن ما در این کشور یک ضایعه بزرگ خواهد بود و به ضرر بُعد سوم این سیاره خواهد بود. اگر نتوانیم کاری را که اینجا انجام می دهیم ادامه دهیم، به مراتب سرسبزتری خواهیم رفت که در آن عشق، نور و افتخار حاکم است و در آنجا از ما قدردانی خواهد شد. ما از اورلیا لوئیس سپاس گذاریم که وقت گذاشت و تماس ما را از اعماق قلب و روحش شنید و پیام فوری ما را که مدتها بود می خواستیم با شما به اشتراک بگذاریم به گوش شما رسانید.
ما شما را در محافظت، عشق، خرد، صلح، هماهنگی، زیبایی، چوب و اکسیژن مانند گهواره حفظ کرده ایم. ما چشمانداز شما را برای میلیون ها سال در سراسر تجسم های فراوان شما آراسته ایم. شما ما را همانطور که ما شما را میشناسیم میشناسید. به دلیل سقوط به چنین سطح عمیقی از ناخودآگاهی، شما ریشه و اصل و نسب خود را فراموش کردید و برخی از بهترین دوستان خود را فراموش کردید. شما دیگر زمین را به عنوان مادر خود نمی‌شناسید. موجودی شگفت انگیز آسمانی، زنده و شگفت آور با بالاترین مرتبه و هوش، موجودی که در تمام سیارات این منظومه شمسی، کهکشانهای متعدد در این جهان مورد علاقه و گرامی داشت و احترام است. در همه جهانهای دیگر بسیار فراتر از این جهان. مادر زمین کسی است که بدون قید و شرط از تکامل شخصی شما در بدن خود با چنین عشق بزرگی برای ادوار مختلف حمایت کرده است. او به شما اجازه داده است که بارها به بخش‌هایی از بدنش آسیب بزنید، مسمومش کنید و او را از بین ببرید تا به شما در ایجاد مسیر تکاملی خودتان کمک کند. شما به منابع او تجاوز کرده اید، خون او روغن درون بدنش را تخلیه کرده اید و فرزندانش را کشته و مسئله کرده اید. بسیاری از شما بی پروا بخش های بزرگی از زمین و زیستگاه پادشاهی های بسیاری را که او در این سیاره علاوه بر انسانیت میزبانی می کند نابود کرده اید و می کنید. شما با بیگناهان او از قلمرو حیوانات وحشیانه رفتار کرده اید. همچنین با یکدیگر وحشیانه رفتار کرده اید. او همه موجودات پادشاهی های متعدد خود را فرزندان خود می داند. صرف نظر از اینکه آنها چه شکلی دارند، او همه را به یک اندازه دوست دارد. شما فراموش کرده اید که همه پادشاهی‌های در حال تکامل در این سیاره، چه برای شما شناخته شده یا ناشناخته باشند، از حقوق برابر برای زندگی در اینجا و سهیم شدن در این سیاره صرف نظر از شکلشان برخوردارند. هرگز به بشریت تسلط بر این سیاره داده نشده است تا از پادشاهی‌های دیگر از جمله پادشاهی ما سوء استفاده کند و آنها را نابود کند. دستوری که به بشر داده شد این بود که سلطه بر طبیعت فروتر، طبیعت ضعیف‌تر خود را بیاموزد تا به الوهیت و بیگناهی اصلی خود بازگردد. دستوری که به بشر داده شد این بود که سلطه بر طبیعت فروتر خود را بیاموزد تا به الوهیت و بیگناهی اصلی خود بازگردد. ما امروز از طریق این کانال یک تماس الزامی برای شما ارسال می کنیم. یک تماس اخطار. هرچه می توانید برای حفظ آنچه از ما باقی مانده است انجام دهید. اکنون زمان بسیار نزدیک است که شما بیش از هر زمان دیگری به حمایت ما نیاز پیدا خواهید کرد. اگر در این زمان دیگر به اندازه کافی برای ارائه حفاظتی که در طول تغییرات قریب الوقوع زمین نیاز دارید وجود نداشته باشیم، باید عواقب آفرینش های کارمایی خود را بدون مزیت محافظت از ما دفع کنید و سپس خواهید دانست. ما را در روح خود می‌خوانید و دیگر دیر خواهد شد. روح ما در جای دیگری زندگی خواهد کرد، در سرزمینی پل از عشق و قدردانی. حضور ما در واقع یک هدیه بزرگ است، چیزی که فقط یک بار به این سیاره داده می‌شود. پس از میلیون‌ها سال حضور فیزیکی ما در اینجا به تعداد زیاد با تمام عشقی که به ساکنان زمین و پادشاهی‌های متعدد آن تقدیم کرده‌ایم، تنها با بی‌توجهی یک نسل به مرز انقراض رسیده ایم. وقتی سیاره‌ای امتیاز حضور ما را از طریق سوء استفاده از دست داد، ما دیگر به آن بود بر نمی‌گردیم.
ما روح درختان ردوود هستیم. ما دوستان وفاداری هستیم که همه شما را برای مدت‌های طولانی دوست داشته و گرامی داشته ایم. ما غول‌های خردمندی هستیم که از همان ابتدا همه تمدن‌های سیاره شما را در گهواره خود قرار داده و پرورش داده ایم. ما دیوهایی هستیم که دارای قدرت و خرد بزرگ هستیم و بخشی از تیم حفاظت از این سیاره هستیم. ما خدمتگزاران وفادار مادر زمین شما هستیم. پایان فصل 15.